به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه نامه ها از ناحیه ها و اصلاح نیت شماره 109 امروز تقدیم شما میگردد. خدا کند که از این برنامه آنچه در داخل کشور میگذرد، حوادث و واقعاتی که از ناحیه ها و تمام اکنار و داخل دولت عزیزمان برای ما میرسد، آنها را و شما و اینچنین به گوش کر و گنگی مقامات رحمان و رسانیم تا اینکه به این مسائل ببینند و این مشکلات را حل و فصل نمایند. این برادرهایی که میگوین شش تا بود سبب مرشون هم خواهد که ای به پیچکگی پیچکگی بابوگی نیست، سویتو نیست. از ساعت 8 تا ساعت 6 بگویرم نویه فردوسی پایتخت. نمارم کودکی مایده دارو گزم دادرنی خونه مای من در نویه مدشو جماعتی آبردان در داخل بیمارخانه سید نیست. بله بیننده ای عزیز و گرامی، سالها پیش بود که بوستان چکالوسکی سابق در ولایت سوغد را خطلان دو نام نهاده بودند، چون که در اینجا اساسا روس ها و نمیس ها و دیگر خلقانی که سالهای جنگ دوم جهانی آورده بودند زندگی میکردند و این یک شهرکی صناعتی بود که کارخانه تولید معادن از جمله سیماب داشت و تأمینات این شهرک از مرکز یعنی مسکو بود. بعد جنگ داخلی ساکنان این شهرک ترک تاجیکستان کردند و ارزان ترین خانه در تاجیکستان در آنجا بود و خیلی ها از قسمت مرکز و جنوب اینجا کوچیدند، چون با اندک پول صاحبی منزل می شدند. اما مردم محلی با آنها به سختی عادت می کردند، چون که از هر جهت تفاوت داشتند. برای همین آنجا را به تمسخر و کنایه خطلان دو نام داده بودند. این همه سالها گذشت، ولی برمی آید که هنوز هم این آمده ها در نزد این مردم با همان نام یاد می شوند. چرا؟ در نامه زیر برایتان تقدیم می نماییم که چگونه. بوستان. درود بینندگان شبکه اصلاح، درود محمد اقبال صدردین. نامه از بوستان است. در بوستان گفتی روزها اخاته شروع شد و هر افراد خدا جوی حالا مسجدها را کشادند. بعد نشر نامه دادی جانکاهی مسلمان های بوستان، اما آنجا پر از امنیتی های آدم دوست شده است. پرتوها تا به حال در جایهای پیشینش استاده است و بوستان همان خطلان دوی پیشینه باقی مانده است. بعد نشر نامه کودک دوزدان شهر بوستان در شهر با مخصوص دران ها گویا که مردم را نظارت دارند. بچک های بالا اما مقصد آنها واهمه کردن و با ده ها راه و اصول های پلید مردم را از خرد تا پیر ترس دادن و با اجبار پول کار کردن و بوزی مقامات کردن است. برای این سک های دیدوی مقامات آدم را از پیش خانه اش دزدیدن هیچ مشکل نیست.
آدم را شنتش کردند، دیوس و محتاج کردند، برایشان هیچ کار دشوار هم نیست. در شهر بستان خیلی ظلم بالای مسلمان ها رفته استاده است. من یک آشنا شناس در ابیزیان دارم. وی گفت که برای این کادرهای نو آمده جنوب یک تمه بوده است. آنها زنهای حجابدار را با ماشینهایشان شنانده با آنها خیلی چیزها وعده داده بوزی مقامات میکنند و با آنها اعمال زیشت هم میکنند. و این کادرهای نو بین خود تجاوز کردن زنهای نصرانی ها را مقصد گذاشتند. یعنی کدام نفر بیشتر زنهای مردم بستان را خوب دیگر چنین میکند؟ یعنی نماینده کدام دین را، یعنی مسلمانان را یا نصرانی را برایشان مکافات میدهند؟ بین کلکتیو خود من نمیدانم چی نجس به دنیا می آید از تجاوزی باد آورده های خطلانی. خوب دقت دهید چگونه تأخیر میکنند، اما ما میخوانیم آن را و فکرم همان پرسنش های برنامه نشه رشه. خوب این نامه بود که از سوخت به اصلاح رسیده بود. خودتان خلاصه کنید. نامه دیگر از اسفره. سلام از جماعت دهاتی سرخ اسفره و برادر ما محمد اقبال، اعضای تیم اصلاح و تماشابینان شبکه اصلاح، امروز میخواهم برای شما از آن کارهایی که در حدود جماعت با راهبری قهرمانی برنامه های شما در وقتهای آخیر با نام سرور احمدو رئیسی کنونی جماعت رفته استاده است، مخصوصا در مورد مسئله آب نوشاکی بنویسم. سال 1995 در محله قاری هاشم با راهبری عزیز قاری، هاشم از کانال قرقیز ها آب آورده شد. حدود 2 کیلومتر پلو یا تروبه 100% با مبلغ و زحمت های مردم محله که ذکرش نمود. من خود در یاد دارم حتی مویسفیدان این محله در رمضان بعد از ادای نماز تراویح برای آوردن تروبه های آب می رفتند و شکر الله مشکلات محله حل گشت. مشکلاتی که در زمان شوروی حل نشده بود و آب هم آمد و یک آبانبار کلانی سیمنتی هم از طرف یک خیرخواه به نام غفاروف عبدالقهار ساخته شد. اما آن مویسفیدان که زحمت این آب را کشیده اند تقریبا همه این دنیا را ترک کردند و امروز این به دست دزدی قانون که رئیس جماعت است افتاده است. شاید حدود 1000 کرن به خانه ها در آورده شده است. از هر کرن این دزدی رقم اول از آبی که هیچ مصرفی ندارد 150 سومونی سالانه و اجازه برای به خانه در آوردن کرن تا 3000 سومونی از هر یک ساکین میگیرد. از کانال به توری سمتیاک به حوض آب می آید و از حوض سمتیاک به همه سمت ها آب می رود. آن زمان عابد احمدوف پدر سرور رئیس جماعت بود. وقتی مردم محله از آب شکایت می کردند می گفت که اپوزیسیا امروز فردا می آید و همه را می کشد. چی آب گفته سر را گرنگ می کنید؟ بیروید، کسی از تشنگی نمرده است. خودتان مشکلاتتان را حل کنید. امروز دولت مشکلاتی زیاد دارد، اما متاسفانه امروز به دست دزدی افتاده است که به هر راهی فریب از مردم پول می ستاند. این فقط برای محله قاری هاشم بود، اما بعد از آمدن آب صاحبانی زیاد پیدا شد. حکومت یک درهم سوم پرداخت نکرده بود برای این طرح، اما امروز صاحب شده است. کجاست انصاف؟ باید این آب رایگان یا به پول باشد؟ این اداره های بشمار دزدی پسوا کجا را نگاه میکنند آخر؟ فقط تهمت مردم بیگناه، شاید ده ها جنایت سرور آشکار شد، اما تا حال در وظیفه است، چرا که پسوایش هم دزد است. اگر همین خل ادامه بدهد شاید مردمی جان بلب سرور را روز چی کار بکنند. آخر در این حکومت 32 ساله پسوا فقط دزدان روز میبرند. در یک حدود جماعت سرخ 5 اوچسکوی چی کار میکنند آخر؟ باور بکنید اگر در کوچه 3 زن همراه کجای بیروند، از پسشان این اوچسکوی ها میروند که این زن ها کجا میروند. در زمان شوروی یک اوچسکوی در 3 جماعت بود، امروز برعکس 3-4 اوچسکوی در یک جماعت. یک کارکنان اداره دولتی دست از ظلم و دزدی بردارید، تا حال دیر نشده است برایتان. بعد پخش برنامه های شما در تلاش است تا پیدا کند کی با اصلاح همکاری دارد. خود من هر روز شاهد هستم. من 4-5 سال می شود که همیشه پیگیری برنامه های شما را می کنم. حالا باز آواز انداختند که کسی تماشا می کند برنامه های اصلاح را، و ما معلوم می شود.
یه دروغ میگویند، هیچ معلوم نمیشوند. من 100% میگویم دروغ میگویند و هیچ بلایی را نمیفهمند. آنهایی را با اتهام تماشای اصلاح بازداشت میشوند، 90% با تهمت و برای پول کار کردن بازداشت میکردند. اما ما مردم با شماییم، از هم دور باشیم هم ما با اصلاحیم. سلامت باشه. نامه دیگر از اسفره سرخ. السلام علیکم برادر محمد اقبال صدرالدین، امید دارم خوب و سلامت هستید. شما و تیم اصلاح، من از جماعت سرخ اسفره یکی از مخلصان شبکه اصلاح می باشم. سلامت باشید مخلص گرامی. و امروز خواستم از چند نفرانی که بسیار خطر به ملت و مردم دارند در حدود جماعت نوشته کنم. نمیدانم چرا با چنین کار زیشت و بعد گرفتار شدند، یعنی خبرکشی یا به اصطلاح امروزه بوز. شاید فرصت دارند بعد شنیدن نامشان از منبر اصلاح شوند و توبه بکنند. یکم زیایف زیابای مویسفیدی 75 ساله همیشه در مسجد هست در صف اول، اما متاسفانه مردم دهرا خبرکشی میکند و با مقامات همکاری زیچ هم دارد. دویم حسنوف حاجی طالب قصاب، این هم 70 سال دارد اما متاسفانه با این بیماری بعد یعنی خبرکشی گرفتار است. سیوم قاضیبایف میرحامید دکتری دندان دنتیست، قریب 70 سال دارد که خبرکش و لگن برداری بسیار آب و تابی افته است. چهارم حاج محمود و لقب محمود صغیره، این هم 70 سال دارد. در باره حاج محمود با سرور چی کار کرد مفصل نوشته خواهم کرد. در مورد این هم باز بعضی معلومات ها هست که اویا نچونین نیست، پسرش را زندانی کردن خوب دیگر. پنجم نظروف مرغیاس سابق معلمی مکتب 60 سال دارد، امروز در بنای جماعت برای خود یک کابینت راست کرده، خود را رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در جماعت سرخ اعلان نموده است. ششم کریموف کریم با لقب کلی کریم، این هم 60 سال دارد. برادر کلی شریف در یک برنامه گفته بوده در باره کلی شریف انا همون است. نفرانی که نامشان ذکر کردم از خود بسیار انسانهای ظاهرشان مسلمان با تقوا میتراشند خود را، در مسجد در صفحه اولی نماز هستند، همیشه با مردمند، اما متاسفانه با این بیماری خیلی بد که خبرکشی است گرفتارند. اما این نفران ثروتمند، شاید به اصطلاح امروزه میلیونر هم باشند، ولی افسوس که به این عملهای بد دست میزنند. خوب خدا کند که از این عملهای بد این پیرمردان دست کشند، چون خیلی کار بد است. خطاب با ملاهای پسواپره است، در منبرهای بجای تعریف و توصیف پسوایتان و از شما مردم را از این کارهای سخنچینی و فتنه اندازی باز دارید. مسجد و منبر جای مبارک و پاک است، بس کنید، فرصت دارید، توبه بکنید، الله قبول میکند. برادر محمد اقبال، باور میکنید اگر همین خیل برود امروز فردا این بنام ملاها پسوایشان را نعوذ بالله علیه السلام هم میگویند. خوب دیگر لعنت الله علیه است، این علیه السلام نیست. در آخر خواهش میکنم یک چند احادیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره این صفتی بد تذکر میکرده تا فایده این امت و ملت بگیرند. ما مردم سرخ همیشه دعاگوی شما هستیم، الله در پناه شما را نگاه دارد. بله واقعا در مورد سخنچینی باید تمامی مردم و ملت بدانند که یکی از عذابهای سنگینه که در قبر داده می شود این نمام یا این که سخنچین است. چون که حدیث معروف است که رسول اکرم در نزد قبر می گذشت که آنها عذاب کرده می شدند و یکی از آن افرادی که در قبر بود و آنها عذاب داده می شد آن برای نمامی یعنی سخنچینی و دیگرش که مکان یستنزیه عن البول یعنی خود را از داخل حاجت خانه رفتن یا این که یعنی که خودش را از پیشاب و از آن چیزهایی که از انسان خارج می شود یعنی دوری نمی کرد. و اینجا بود که بیشتر عذاب قبر از سخنچینی یا خبرکشی یا بوزی در قبر است. خاصتا مستفیدان گرامی و این عمل یعنی هرگز دست نزنید و خوب عمرتان به جای رفت، دیگر برای شما چیز فایده ندارد، چون روزهای با شما را از حیاتتان مانده است. ولی خوب خیلی در تعجبیم که باز هم و این عملی بعد دست می زنید. بله اکنون میگذاریم به نامه که از خوجند و اصلاح رسید. السلام علیکم برادران تیم اصلاح و برادر مبارز رای حق محمد اقبال صدرالدین، و علیکم السلام و رحمت الله. من خوجندی هستم، میخوام در این نامه پر از درد و رنج مردم خوجند و سوخت از کارهای پنهانی و غیر قانونی کارمندان مقامات
کارمندان بازرسی دولتی افتمبیلی شهر خوجند و دیگر ساختارهای حفظ حقوق توسط یوتیوب کانال شما گپ زنند. مردمی بدبخت و بیچاره شهر خوجند و ولایت سوغد زیر ظلم علی خان زویدزاده، عبدالله نوجوانوفی براتینا و قربانوف شی قرباقا در یکی از جلسه هایش فامیلی خودش را غلط تلفظ کرده قرباقا گفته بوده است. خوب دیگر ماندن. میخواهم شروع کنم از ملیسه های وفادار. خوب ببینید که این نامه از آغاز تا به اینجا همه از ولایت سوغد است، یعنی هیچ خطلانه نیست، هیچ منطقه دیگری نیست. این باید برایتان باشد. بعد این نشری چند نامه از ناحیه بابا جان غفورو به نزدی جماعت چند نفر و اینی ها را با سلاح آورده ماندن. ملیسه ها در راه دو طرفه اتوش بازار و بازار برکت می ایستند، یعنی در طرف چپ راه دو نفر، در طرف راست راه دو نفر دیگر می ایستند. پیش از آنجا بچه های خسته ورزی می ایستادند، اما با آمدن براتینا یعنی همین عبدالله نوجوانو جای آنها را بچه های کلابی گرفتند. کارشان وضعیت که گرفتند، نامری ماشین های کمبغلان خوجندی را کندند و شنتج و دختر دزدی کردن می باشد. خب دیخت دیهد بینندگان گرامی به عمل کردهای مقامات. پیشی پرکافکا یک چند مرد های سال خورده می ایستند. آنها سری هر یک ماشین سه سومانی می گیرند. اگر در یک روز از هزار ماشین سه سومانی گیرند، 3000 سومانی پول کار می کنند. یکی از آنها به همه می گوید من 60% را به ملیسه ها می دهم، 5% را به بازار و باقی مانده 35% را به آیله هم می برم. می گذاریم به بابا جان غفورو و تا خوجند و میکرا رایان های ملیسه های درون این ناحیه بابا جان غفورو نزدی چهارراه زیر سویتفار می ایستند. آنجا خیلی جای سردرآمد می باشد برایشان. در یک روز زیاده از 16000 سومانی پول کار می کنند. خیلی وظیفه زور، اما با صد ظلم و فشار و مردمی مظلوم. در خود درون شهر خوجند ملیسه ها پیش بازار پنجشنبه پدزیمکای امین جلیل و جکی می ایستند. آنها جز از کندن نامر ماشین های دهاتیان و ماشین کمبغلان را فشار آوردن، چیزی را در حیاتی یعنی گوسوارانه اشان یاد نگرفتند. خوب اینها هم تخیرهای هستند و مردمی خوب می دیده استوده خودتان. البته کار همه این ملیسه ها پارگیری از ماشین ها می باشد. وقتی که می آید پیش ماشینت، از آنها نام، نسب، پدرازدیلینیا و بریگادش را می پرسی، اقلا خودش را شناس نکردن، نامش را نگفته، بعدش نام می گذارد. حالتهای می شود که با دوبینکش یا با کلیدی ماشینش ماشین مردم را دانسته می خراشد. همه این ظلم البته با دیکتاتورکای علی خان سردار امنیتی ولایت سوغد است. نوجوانوفی سردار ملیسه و قربانوف قرباقای سپوژنی صورت می گیرد تا که مردم را در حال وکوم بیشتر نگاه بیدارند. در طرف های شمالی خوجند آنجا هم شنتجنیک های بین محله خیلی زیاد است، یعنی میان محلگی. باور کنید حتی بچه های مکتب خان را هم همچون انفرماتور یعنی بوز با هزار راهی پلید و شنتج استفاده می برند. در مرکز شهر دخترها را شنتج کرده همچون بوز استفاده می برند. می گویند فلان کار را میکنی، اگر تو در بفارد نرمال نه زندگی کردن، امی چیزا میرای ماشین فلانی در میپرتای، ما پرابلمه ها تا حل میکنیم. یعنی ظلمشون بالای دخترهای یعنی که خوجندی و سعودی. اگر یگان کس بفهمه که ما تو در ای کار را گفتم بکن، دیگر ای خود بدور نمیشه، یعنی میکشیم، یعنی او را نابود میکنن و او به خواب ابدی میرود. اگر خواسته باشد یک شب در درون ماشین اینفرماتورش را محکم میکند. بسیار حالت ها رخ داده بود که این ملیسه ها دختران ساکنان خوجند را از راه خانه تا مکتب دزدیده تجاوز کرده بودند. خوب بینندگان گرامی دقت دهید، یک ملیسه نغرگی از دوشنبه آمده همین گونه یک دخترک خوجندی را خوب چنین کار کرد، نو دختر کرد. این واقعه را تا خود براتینا یعنی نوجوانوف رسانیده بودند و عبدالله نوجوانوف براتینا با صد دروغ و نامردی این واقعه را پنهان کرد. تا حدی امکان و توان من این چیز را در برنامه نامه ها از ناحیه های شما آشکار کردم. بسیار مردم کلانسار را هم همین طور عذاب و شکنجه میکنند. آنها همه این کارهایی که من در نامه نوشتم، در کوچه نه، در ملیسه خانه نه، در خود ماشین های
کار خودشان انجام میدهند. پر تجاوز میکنند، هر کاری که خواهند انجام میدهند. من با یکی از میلیسه های نمازخان جنوبی هم صحبت شده بودم. وای از سوغ نبود، معیم بود که از کولاب یا دوشنبه و دنقره است. خب دیگر برای این مردم بارها گفتم که کولاب، وقتی گفتم تمامی از اقوام اون طرف یعنی کولاب است. مقصد گپ این بود، من از او پرسیدم که چرا اینقدر از طرف حکومت و مقامات قدرتی نسبت ما لنی نباتی ها اینقدر ظلم رفته استوده است. وای گشت و گفت که ما باید پلان را اجرا کنیم، چون که هر یک عملی ما طبق فرمان به عمل میرسد. و بعد من پرسیدم پس چرا شما در دوشنبه و کلوب و دنقره خود نبود، در 800 کیلومتر دور از زادگاه خود صاحب این قدر وظیفه شده؟ او گشت و گفت آخر ما هر یک وظیفه که داریم، یعنی از جنرال تومبلات چیز درجان و لیتنان دولیا یعنی پول خطی بالا پد نیمت سمیتونیم و البته ما باید براریم اون پول هایی که ما با جنرال ها و وزیر های وظیفه فروش پول های خودمون را دادیم، چون که ما هم اویله و نفس خود را داریم. بعد به او سوال دادم که برای چی شما جنوبی ها چارتای زن میگیرید؟ مگر برایتان یک تا زن بس نیست؟ و گشت و گفت آخر برای ما بچکای بالا نرمش همی قای و پلیوس ساختارهای دولتی در اختیار ما است. کی میخواهیم، از کجا میخواهیم زن میگیریم و نسل خود را پیش میبریم. خب دقت دهید، این نامه است که خوجندی برای ما نوشته است، نه اینکه یگان کسی دیگر. ما بچکای بالا باشیم، هم ما هم شکم داریم. مثلا عبدالله نوجوانوف و دوگانیکا در همه منطقه تاجیکستان زنها دارند. برادر محمد اقبال، شما در منبر ماجیر این واقعه ها را بسیار گپ زده بودید، اما من به سخنهایتان میخندیدم و باور نداشتم. وقتی با چشمی سرم دیدم، شنیدم، بالاخره درک کردم. من فهمیدم که شما از خودتان این گپ ها را نگفته بودید. اون چی که گذشت و گفتید در یک برنامه منبر ماجیر همش 100% بود. میخوام در این نامه یک چند آمده های قاری اشکنبه را کتاب پژیزنی بودنشان را افشا نمایم. عبدالله نوجوانوف، تو بوراتینه بسیار جاندار هستی، یعنی این عبدالله نوجوانوف از بدخشان است. خب علی خان زویزاده ابله، تو دو سال زیر تفنگ مجبور کردی مردم سوغد را که از پیشگاه خوتیکا در منبر ماجر جانبداری کنند دو سال، و در آخر کادری نوی که نیم سال پیش به خوجند آمد و در این مدت زیاده از 650 دلا با ماده محمد اقبال درست کرده مردم را پشت پنجره برد، نام و القاب او را گویم. وای قربانوف شمی باشد، لقبش قرباقه است. وای حتی نسبش را تلفظ کرده نمیتواند، فقط ملقت با صد دشنام و حقارت و مانندی بچه میرمی گور سوخته که وای و این قرباقه چندین مکافات ها برای سرکوب سوغدی ها داده است. بله، مکافاتی که به قربانوف شه داده است، دیده ایستاده است که خود رحمانوف به خاطر ظلم سوغدی ها با او چنین مکافات ها داد. یک پیامی دارم به دلاور سفرم. برادر دلاور سفرم، این خدر دو تاست و سعی و کوشش های تو به خاطر کیست؟ این حکومت در فکری ملت من و تو نیست، یا در فکر امروزه و آیندهش هم نیست. برای همین خودت را این خدر سرگردان نکن و از لینوباتی بودنت این خدر از بچکای بالا و دیگر شرم ندار و تلفظ یک کلمه فارسی تاجیکی را هم یاد بگیر. میکنیم در زبان ما نبود و تا حال نیست، امیدوارم کمی تغییر میخوری. یعنی بدلوار سفر رو میگه که میکنیم نگو. خوب دیگر، طریقی برنامه اکای محمد اقبال کمی باشد هم یاد میگیری و اصلاح میشوی. گمان میکنم بعد این نامه فقط دلاور اصلاح میشود و خلاص. برادر محمد اقبال، من نمیدانم شمای جنوبی که نفرت دارید از لهجه های سوغدی و سمرقندی و بخارایی نامه ما را چاپ میکنید یا نه. اگر که چاپ کردید به خاطر نسل نو و رسی خوجند چاپ کردید، تا دیدار برادر در دوشنبه و خوجند. التماس بدون تغییر نشر کنید، من به خطایی نوشتم. خوب بینندگان گرامی، دیدید که یعنی که چقدر حقد و کینه بعضی ها این حالت هایی که یعنی که می نویسند از یعنی که مناطق گوناگون سو. اگر چنده در خدمت قرار داریم، اگر چنده می خواهیم دردی یعنی که آنچه که در منطقه می گذرد آن را نشر نماییم، اما باز هم گویا که ما یگان دشمنی داشته باشیم یا اینکه یگان خصومت داشته باشیم، واقعاً هم خیلی یعنی به انسان بد میرسد. اما ما باره هم شکایت نمیکنیم که شما چرا وقتی میبینید که ما در خدمت هستیم و به خاطر شما، یعنی من الان برنامه منبر مهاجر را تمام کردم و
و پس از 4 ساعت یا 5 ساعت برنامه باز هم نشسته، یعنی برنامه نامه ها را ثبت دارم تا اینکه تقدیم شما گردد. اما میبینم واقعا هم انسان خیلی دل سرد میشود از بعضی از سخنانی که گویا ما نفرت داریم، و شخص چنین میگوید واقعا من او را نه مسلمان میدانم و نه انسان میدانم. اگر توی خوجندی چنین نسبتی من فکر داشته باشی، پس تو خیلی انسانی پست هستی. ولی اگر تو از طرف مقامات استخدام شده و چنین نوشته استاده باشی، هرگز نمیتوانی ما را با ملت و مردم داخل کشور هر منطقه یکی نباشند دشمن و در مخالفت قرار بدهی. ما آنچه که میکنیم به خاطر آزادی ملت و مردمی که عزیزی تاجیکستان است. امیدوارم دیگر آن افرادی که با تندگویی، یعنی که میخواهند وضعیت را تغییر دهند، دیگر نامه های شما هرگز جای نخواهند گرفت. بله بیننده گرامی، اکنون باز هم میگذاریم به نامه ای که از کانی بادام رسید. درود بر همه کارمندان پایگاه اصلاح و خصوصا به شما آقای محمد پاک. شکایت مردم کانی بادام را در خصوص داروهای صفتش پست صفت فرمایی پرمینه دختر امامعلی رحمانوف که با داروخانه های کانی بادام و خصوصا دهه های جهانزیب، لاهوتی، محرم و نیازبیگ پستفکا، یا اینکه پستفکا یا یعنی آورده می شود، بنویسم. ما از روسیه با شما این نامه را می نویسیم. صفت این داروها از داروهای روسیه خیلی فرق می کند. باور کنید داروهای پاراسیتامولش به مانند سنگ و کلوخ سخت است. آن را حتی با آب گرم خورده نمی شود. کجا کند همین خیل با آب سرد. کجا مانده از آدمان پیرانسال که آنها نه سلامت دارند و نه دندان. این داروهای به مانند سنگ را استفاده بردن نمی توانند. در جهانزیب در نزد بیمارستان یک داروخانه هست. آن از دولت نیست، بلکه از یک بیزنسمنی گردن غوص پولدار که داروهای او صفتش خیلی پستند و برای مردم خطری مهلک دارند. طلب ما کوتاه است و مختصر است. داروهای آنها را سنجند، التماس نباشد نام آن بیزنسمن را می نویسیم. با عکس و ویدیوها، مگر در تاجیکستان وزیر تندرستی اینها را نمی سنجد؟ در داروخانه دهه لاهوتی هم وضعیت خوب نیست. به همه این داروخانه ها از یک فرمای معین داروهای صفتش پست را می آرند. مردم از دست این داروها بیمار شده اند. ای وزیر تندرستی، داروهای خرغزی و ازبکی را نیار. آن داروها رنگ سنگ بر این سختند آخر. اقلا از روسیه بیار داروها را. ما مردم با داروهای نرخش گران عادت کرده گیم، چون که به خاطر سلامتی خودمان آن را استعمال می نماییم. و یکی از چیزهای گذشتگی در جماعت لاهوتی این است که با چکای بالا آنها آمده نامنویس کردند آدمهایی به اوکراین رفته را. و فکرم آنها را زندانی یوان یا کرپیش نیشدد دارد. و از سغدی ها با وطن زودتر برگردید، نباشد ادا. و با استفاده از فرصت خطابم به مهاجرهای جماعت لاهوتی که در شهرهای گوناگون روسیه هستند، کمی در یاد وطنتان باشید. ای برادرها، به خاطر بیارید که در کجا خون نافتان ریخته است. مقصد رحمانوف همین است که همه ما بیرون از تاجیکستان شویم و او کانی بادام را غارت کند. واقعا درست است این. یک چیز را من مشاهده کردم. شما مردم کانی بادام را یگان بار تعریف نکرده اید. حتی در گزارش سالانه اتان نگفتید که مردم کانی بادام فعال بودند. آنها هم شیر نر بودند. آخر ما با جانهایمان ریسکوت کرده با شما می نویسیم. اما شما با خونسردی از این تیمه می گذارید. کدام دهه اسفره و عینی را تعریف می کنید؟ اما برای کانی بادام یک حرف گرم گفتن شما سخت دل و بغل کمید. خوب، همان مار هم با سخن گرم و خوشی خوب از سراخش می براید. خلاصه نامه گرچند کوتاه باشد هم محمد اقبال اکا همین خیل زندگی داریم و گفت اروسا تک ای جیویان. برادران کانی بادامی، من یعنی شما باور کنید من نمیدونم دیگر با کدام لفظ، یعنی با کدام اسلوب، با کدام شیوا صحبت کنم. شما می نویسید و آنچه که شما می نویسید وقتی ما آن را تقدیم می نماییم، این به وضعیت شما یعنی تغییرات می شود و محمد اقبال یعنی یکان تأثیر ندارد. منظور تأثیر از محمد اقبال همین است که می خواهد خدمت کند تا اینکه شما آزاد باشه. چی کانی بادامی، چی بابا جان غفوروی، چی سغدی، چی اسفرگی، چی عینگی،
این که من برادران اسفره و برادران عینی را گفتم واقعا اینها در یک حالت های انزوا قرار دارند، اما کنی بادام خیلی یک منطقه یعنی معروف است و مردمان خیلی زیاد دارد. ما برنامه های داشتیم در مورد کنی بادام که نه در مورد اسفره داشتیم و نه در مورد عینی. پس یعنی اگر من گفته باشم که مردمی چارکو، مردمی سرخ، مردمی اسفره داخل شهر کم می نویسن، یعنی اسفره را من نه آوردم مثال، چارکو یعنی سرخ، چارخشاق، این هایی که برای ما می نویسن. از عینی هم همچنین، اما از کنی بادام وقتی نامه ها با ما می رسد در مورد عبدالسلام تختسون‌زاده برنامه مخصوص نمودیم، در مورد یعنی که چی قدر برای کنی بادام یعنی که بمبا بود پرکید یا اینکه دیتناتر پرکید از کنی بادام، یعنی نامه های زیاده از کنی بادام ما یعنی نشر نمودیم که مخصوص برنامه نمودیم، نه اینکه در برنامه یعنی نامه ها از ناحیه ها. خوب دیگر اگر خواسته باشید همیشه دیگر تعریف میکنیم تا اینکه شما با جانتون بازی دارید، اما به خاطر زن و فرزند و پدر و مادر خودتون دارید، نه اینکه به خاطر من یا به خاطر کسی دیگر. خوب دیگر از این پس کوشش میکنیم که کنی بادام رو بیشتر تعریف کنیم. خوب اکنون میگذاریم به نامه که از دوشنبه رسید. خوب در این برنامه از دوشنبه هم نامه داریم. سلام علیکم برادر محمد اقبال. بعد خواندن مقاله کمانده پدر بای بای کمانده رستم خواهی شوی سگوار با وفا باشی، خواستم که در این موضوع فکر خود را نویسم. امام علی یکم، امام علی رحمانوف یک شخصی است که گفتارش زیدی عملش میباشد، اگرچه خود را یک شخص عادل، دانشمند و عقل و فرهنگ با علم و معرفت و راهبر کاردان و نمود میکند، لیکن در حقیقت آن طور نیست. میخواد شخص به مثال و به نظیر باشد، همین طور هم هست، اما از ناحیه و زاویه بدی و منفی. دوم، همان شخصانی را که از وظیفه ها آزاد کرد باز به فرمان خود رحمانوف با وظیفه های دیگر تعیین شدند و شبانه روزی در خدمت وی و آیله اش بودند و در وقتی سفرهای وی شب زنده داری میکردند تا که امام تپک ناراحت نشود. حتی در وقت گفتار و کارهایش به جای بسم الله گفتن پیشوای ملت و جناب عالی می گفتن و در خانه هایشان صورت وای را آویزان کردن. سیوم، اگر اهمیت داده باشید، از زمانی به سر قدرت آمدن امام علی رحمانوف یک گروه را مخالف اعلان کرده جنگ انداخته حکومت می کنند. بعدا چند وقت گذرد با دوست اعلان کرده شخصانی در اطرافش بوده را کشته و زندان کرد. با شخصانی که صلح کرده بود باز جنگ اعلان کرد و کشته و زندان و گریزه کرد. 30 سال گذشت، خواهد که باز یک سناریه نو تشکیل کند، آهسته آهسته پسرش را به جای خود بگذارد و باز پسرش کارش را دوام دهد و مردم را گشنه و خاک بر سر و در بدر بکند. در ادامه می خواهم راجع به یک مسئله دیگر برایتان روشنی اندازم. یک چند روز پیش و سایت دانشگاه تکنیکی تاجیکستان داخل شدم و خواستم بفهمم که این دانشگاه در چی حالت باشد و چی نویگری و اختراعات داشته باشد، چون نیت دارم که دادرم در این دانشگاه داخل شود. وارد سامانه دانشگاه شدم، باور کنید گفتم از ساختار راهبریت دانشگاه، فاکولتیت های دانشگاه و اختراعاتی یعنی دانشجوها شناس پیدا کنم و شناس باشم با عملکرد های آنها، اما با یک چند چیزهای عجیب و غرائب واخوردم. اینجا باز به رحمان مراجعه میکنم، ای دیوانه احمقی، سرچشمه همه بسوادی، بمعرفتی و بسواد شدن ملت تاجیک باور کن تو هستی. نخواد در وقت تعیین کردن کادرها اینقدر به اهمیت باشید. وقتی تعیین کردن اول همان ساحه را بین که به کدام نمودی متخصص احتیاج دارد، بعدا همان خیل شخص را به آن وظیفه بگذار و وظیفه دار کنید که در 2 یا 3 سال آینده همین کمبودی برطرف شود. من یگان خصومت شخصی ندارم با رکتور دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، اما این شخص بعدی ختم دانشگاه 1 ساعت نه در ساحه برق، راه، ساختمان و کمونیکاسیا کار کردگی نیست آخر چی خیل میتواند که دانشگاه تکنیکی تاجیکستان را اداره کند و متخصصان با اختصاص از این درگاه در آینده برای ملت و وطن برایند و این شخص حتی نامزد علمیش را در ساحه اقتصاد حمایه کردگی می باشد. خلاص از اینجا برمی آید که گفته هایت از تحت دل نیست، ردگلش که بلتت میکنی رحمانو. اگر همین خیل رفتن بگیرد تاجیکستان 100 سال پس دیگر
باز به برق میماند و راه هایی که ساختند دو سال پس دیگر کنده میشوند و یعنی فرسوده میگردند. در آینده یگان کس انتظار متخصصان این ساحه نشوید، امری محال است، باور کنید. در دوام باز یک چیز دیگر را خواستم بگویم درباره معاون ریکتور آید به روابط بین المللی جورخانزاده رعوف جورخان. این شخص ختم کرده دانشگاه اگراری تاجیکستان می باشد. دقت دهید با اختصاص کشاورز تکنیک ختم کرده است و در ساحه معارف چی نمیگری کرده باشد که علاچی معارف مکافاتانیده شده است. و این شخص چی تر توانیست که در یک مدت کوتاه ختم کردن ساحه کشاورزی و ساحه روابط بین المللی خود را جا کرد یا جا یافت؟ آخر اینقدر متخصصی ساز باشد می باید در آن ساحه خودش کار میکرد که هزارها کمبودی در آن ساحه هست و نیاز به متخصص هم دارد. رفته کار کنید آنجا، بگذارید که در این مقام ختم کرده فکولتت روابط بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان آمده کار کند تا اینکه بتواند آن ساحه که یعنی که ختم نموده است یعنی ایفای وظیفه نماید. و خلاصه ای آمدم که راهبریت این دانشگاه به مسئولیت می باشد. یک کمبودی دیگر را می خواستم بگویم. وقتی خواستم درباره فکولتت معلومات بگیرم ناگاه با یک چیز واخوردم که خیلی شرموار و علم‌آور هم می باشد. یک مقاله روسی است، سپوژنیک به سپوک، یعنی این دانشگاه حتی کافدرا دارد. تکنولوژی اطلاعاتی و کامونیکاسیا، متخصص های برنامه ساز، سخت به احترامی نسبت زبان و نام تاجیکستان کردن. عکس ها درباره این فکولتت نقلیات و انفراساختار را روان می کند. خانه معلوم می شود. اگر اینجا یک و دو کلمه خطا می شود می گفتم خی خطای تکنیکی شدگی است. نخواد که پره خطا شود. راهبریت کجا را نگاه می کند آخر؟ پس معلوم می شود در وظیفه ها شخصان تصادفی هستند و شخصانی هستند که به مسئولیتند در این درگاه. و خدا قسم من این راهبرها را از نزدیک ندیدم و یگان خصومت شخصی و هیچ کدام آنها هم ندارم. تنها کمبودی را دیدم و خواستم که اصلاح بکنمش. ولی مطمئنن میگویم که این راهبر ارزنده این مقام و درگاه نیست. نخواد که نام تاجیکستان را تاکستان نویسند و من خب کنم. آخیان درست گفته است. خدا کند که وزیر معارف و رحمان را ببیند یعنی مشکلات را. نامه دیگر از نورآباد. سلام برادر، نامه از ناحیه نورآباد درباره بیمارستان ناحیه گفتنیم. در این بیمارخانه همه دکتر، همشیره شفقت، پاراگیر و پاراخورند. از در آمدنت به اینجا پشیمان می شوید. اینجا همه شعبه و بخشای طبابت موجود است. یکم شعبه جراحی دکتر جراح خواجه فیرانگین است. پیش این دکتر در آمدی درد خودت رو می گوی و یک ورق داروخواست یعنی رецептت می نویسد و می تید. برای این دکتر آنالیز، رنگین یا اوزی گفتنی گپ تماما وجود ندارد. باور کن نگلازم را می فهمد. این برای سلامتی آدم ها ضرر کلان دارد. خلاصه 50 یا 40 سومون تا میگیره، برای جراحی اپندیسیت 3000 سومونی تا میگیره. این پول بجز از حق پلاتا دویوم درباره دکتری تروماتولوژی یا شکسته بند. نام این دکتر دمبگیف فریدون. از این دکتر جراح حرام خورتر است. کارش طبابت نو پول جمع آوری است. خیلی دکتر حرام خور است. دنبگی فریدون در وینکمت کار میکند. وقتی بچه ها را ابله و کرده میقپند این دکتر یگان تا اش را نگاه نمیکند. پیچت را میزند و کسل از صحت از فرق نداره براش. از برادرها خواهش میکنم که ساکت نباشید، خب نکنید، چشم پوشی نکنید. سیم دکتر کودکان ابراهیم قاسیموف است. این هم همین خیل. کارش فقط رشوت فساد. یک کودک میده را میبیند یک ورق پشت درو درو خط مینویسد و میتید و 20 یا 30 سومونی تمیزنه میگیره. و این دکتر مراجعت کردنیم که آخر تو یک بار انالیز های همون کودکان رو بگیر، بین چی در دارن این کودک ها، حاضر عصری چنده است، کمتر فکر کنید. آخر باز یک مسئله دیگر ناحیه نورآباد رو گفتنیم. در کوچه های 6 و 7 میکر ریان راه ها رو اسفالت پوش کرده استادن. چند سال شد چی طور اسفالت میکنند که در یک ماه علف در درون اسفالت میسازه و میبروید. این راه با یگان استاندارد دوباره کنید مطابقت نمیکنند. رئیس این ناحیه تو کجا را نگاه داره آخی؟ نه لطاکوی آبگذر خوبونده، نه هیچی، همه شکسته رفتند. این رئیس فقط در فکر کیف و صفای خود است.
تمام مقامات به این کار شریکند. هر روز به این راه میروند و همه حالت را خوب میبینید. یک بار فکر کنید که روز میرسد و این همه پرسیش دارد. مکتب و معارف ناحیه از بیمارستان حالی بدتر دارند. هر روز پول، هر روز هزوم، هر روز تپک، هر روز اندیشبری. از خانه ها یک کتاب درسی را پنج بار میفروشند. درباره درس و سواد طلبه ها یگان چی گفته نمی شود. آینده این کودکان چی می شده باشند باور کنید در تعجبیم. دوست یا غارتگر می شوند. این همه دردی سری این ملت می شود. دولت داری کرده نتوانسته اید. باور کنید که همه را به بادی فنا داده اید. حیف این ملت و شما بر این رئیس ها و مقامات ها. خوب بینندگان گرامی، این بود برنامه امروز ما که تقدیمتان نمودیم. خدا کند آنچه در برنامه تقدیم گشت آن را خوب با دقت ببینید و بفهمید که چی وضعیت و چی حالت ها در کشور و خاصتا در مناطق سو و در نورآباد و در دوشنبه و دانشگاه هایی که نامش رفت ایده استوده که در دانشگاه تکنیکی چی گپ است و چی وضعیت و چی حالت است. خوب با امیدی تغییرات و اصلاحات در این جاده ها و در این ناحیه ها و در این ولایت ها تا اینکه خدا این ملت را به روزگار نیک و آسوده و خوب برساند. در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید. زحمت زیاد تیمی تکنیکی اصلاح و برادران در قسمت جمع آوری نامه ها و آماده نمودن آنها، یعنی که انجام میدهیم، واقعا هم خیلی زحمت طلب است و خدا کند که قدر این همه زحمت ها را شما نیز بدانید تا اینکه این کار سهل و ساده نیست. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.